امروز یکی از قوی ترین و بی نظیر ترین استارترهایی رو که من در آشپزخونه دارم و سال هاست که دارم باهاش کار میکنم رو میخوام بهتون آموزش بدم. شما هم در خیلی از تخمیرهام رد پاش رو میبینید. از پنیر، ماست، کره گرفته تا سبزیجات و غذاهای تخمیری. ارزش این استارتر به حدی زیاده که واقعا میتونه یک کتاب کامل رو پر کنه. شاید روزی این کار رو هم بکنم، ولی امروز شما خوششانسید چون بدون خرید هیچ کتابی مستقیم این استارتر مادر رو از من یاد میگیرید. بذارید یه نکته مهم دیگر رو هم بگم. حتی در کتابهای معروف تخمیر هم برای استارترهای مهم و کاربردی مثل ماست، پنیرهای خاص، کامبوجا همیشه شما رو میفرستن دنبال تهیه اون استارتر و بعد آموزششون رو میدن. ولی اینجا شما یاد میگیرید چطور از صفر با همون مواد ساده‌ای که توی خونه دارید استارتر بسازید. این یعنی شما دیگه مصرف کننده وابسته نیستید. خودتون تولید کننده مستقلید. استارتر نخود یک استارتر همه کار است. وقتی که فقط یک بار درستش کنی دیگه غیر ممکنه که بدون اون ادامه بدید، چون با همین استارتر میتونید ده ها محصول سالم و پروبیوتیک درست کنید. ببینید وقتی که ما سبزیجاتی مثل کلم سفید، کلم قرمز، چقندر، خیار رو با نمک تخمیر میکنیم، درست فرایند تخمیر لاکتیکی صورت میگیره و محیط هم به مرور اسیدی میشه، اما این تخمیر بیشتر وابسته به باکتری های طبیعی روی سطح سبزیجاته که باید به اندازه کافی وجود داشته باشه تا یک تخمیر کامل و حاوی پروبیوتیک رو داشته باشی. حالا اگر سبزیجات از نظر میکروبی ضعیف باشه یا جمعیت لاکتوباسیلوس ها رو نداشته باشه، تخمیر ممکنه کامل نشه یا ضعیف بشه. در نتیجه مقدار پروبیوتیک ها هم محدود میشه. ولی وقتی از استارتر نخود در تخمیرها استفاده میکنیم، این استارتر سرشار از لاکتوباسیلوس ها و آنزیم هاست. کسانی که ماست نخود یا پنیر نخود رو درست کردن دیدن که چطور آنزیم های داخل نخود در لخته شدن ماست یا پنیر بی نظیر عمل میکنه. حالا در اینجا هم تخمیر خیلی سریع تر شروع میشه، محیط زودتر اسیدی و ایمن میشه، خطر کپک و فساد کم میشه، پروبیوتیک ها هم تعدادشون چند برابر میشن، چون هم باکتری های سبزیجات فعالن و هم باکتری های نخود. پروبیوتیک ها متنوع تر میشن، در نتیجه طعم ها هم پیچیده تر و خوشمزه تر میشن. اینطوری در نظر بگیرید که دو تا شیشه سبزیجات رو برای تخمیر آماده کردیم، یکی رو فقط با نمک و وابسته به باکتری های سطح سبزی و امیدوار باشیم که سبزیجات با کیفیت باشن، آلوده نباشن، جمعیت میکروبی کافی رو داشته باشن. در شیشه دیگه از استارتر نخود استفاده میکنیم، پر از جمعیت آماده و فعال میکروبی، و به جای اینکه چشم به راه باکتری های سطح سبزی باشیم، یک ارتش کامل از باکتری های مفید رو ریختیم داخل شیشه. این به خاطر همینه که سبزیجاتی که فقط با نمک تخمیر میشن پروبیوتیک دارن، ولی به مراتب کمتر و محدودتر. بیایید شروع کنیم. برای شروع کار باید نخود رو خرد کنیم. من از این دستگاه که غلات رو آرد میکنه استفاده میکنم. این دستگاه یک آسیاب مدرن برقیه، درست مثل همون آسیاب های دستی. داخلش از دو تا سنگ درست شده که حتی دونه های سخت حبوبات رو هم خرد میکنه. نخود رو میشه با یه تکه سنگ یا هاونگ خیلی خوب خرد کرد. کمی انرژی و زمان میبره، ولی نتیجه همونقدر عالیه. خیلی هم لازم نیست که نخود پود بشه، همین که کمی خرد بشه کافیه، اونقدری که سطحش باز بشه تا آنزیم ها و باکتری های روی پوست نخود در داخل آب فعال بشن. اینم بگم نخود نباید شسته بشه، ما به باکتری های روی نخود
احتیاج داریم. نخود قلب این استارتره، پس در انتخاب نخود خیلی دقت کنید که یک نخود با کیفیت باشه، بوی کهنگی، کپک زدگی، سوراخ، چروکیده نباشه. به آب احتیاج داریم، لطفاً از آب آشامیدنی سالم و بدون کلور استفاده کنید. کلور میتونه باکتری ها و مخمر های مفید رو از بین ببره. به عسل احتیاج داریم، عسل سرشار از قندهای ساده مثل گلوکوز و فروکتوز هستش. نخود هم قند داره، قند نخود از قندهای پیچیده هستش که توسط باکتری های لاکتوباسیلوس ها و آنزیم های خود نخود شکسته میشه و این اتفاق کمی زمان میبره و به آرومی اتفاق میفته، ولی وقتی قندهای ساده عسل در دسترس باشه خیلی راحت میتونن مخمرها و باکتری ها اونو بدون هیچ زحمتی مصرف کنن، جون بگیرن. بعد هم با شکسته شدن قندهای پیچیده نخود محیط همینطور قوی تر و تعداد تنوع باکتری های پروبیوتیک هم بیشتر میشه. اونایی که عاشق قندهای ساده هستن، اونایی که قندهای پیچیده تر رو به مصرف میرسونن. حالا اگر عسلی که استفاده میکنیم خام باشه که دیگه عالی میشه، چون عسل خام علاوه بر قندهای ساده حاوی آنزیم های با ارزش هستش که در کنار آنزیم های با ارزش نخود محلول ما خیلی قوی و با ارزش تر میشه. توجه کنید مقدار استفاده از عسل خیلی مهم و حساسه. ببینید، من این فرمول رو با آزمون و خطا بارها و بارها امتحان کردم تا که به این تعادل برسم. پس لطفاً مقدار عسل رو بیشتر نکنید. حالا فکر کنید با اضافه کردن عسل بیشتر خواص پروبیوتیکی استارتر رو بالا میبرید. اگر مقدار عسل در این محلول بیشتر بشه، مخمرها خیلی سریع فعال میشن و تعدادشون همینطور زیاد میشه. ما اصلا نمیخوایم، چون اون وقت دیگه محیط اسیدی نمیشه. مخمرها مقدار زیادی گاز و الکل تولید میکنن. اگر این حالت پیش بیاد دیگه محلول از کنترل خارج میشه. باکتری های اسید لاکتیک هم نمیتونن در چنین محیطی رشد کنن. ولی با این مقدار کم عسل محیط در کنترل هستش. خیلی کم گاز و اون ترکیبات اولیه آزاد میشه. همین مقدار کم محیط رو برای رشد باکتری ها آماده میکنه. بعد هم باکتری ها شروع میکنن به شکستن قندهای پیچیده تر خود نخود و محیط رو به آرومی اسیدی میکنن. پیچه محلول رو بلا فاصله بعد از درست کردن اندازه گرفتم. محلول هنوز خونسا و آرومه. روز دوم هستش، همه چیز خوب پیش رفته و خبری از اون تخمیر شدید مخمری که باعث گاز و الکل میشه نیست. گفتم این خیلی مهمه، ما نمیخوایم که مخمرها کار رو به دست بگیرن. برای همین هم روز دوم به محلول عسل اضافه نمی کنیم، فقط نخود اضافه میشه بدون آب و عسل، چون که قندهای ساده عسل هنوز دارن مصرف میشن و ما میخوایم تمرکز بیفته روی قندهای خود نخود. قند نخود پیچیده تره و وقتی که شکسته بشه غذای اصلی لاکتوباسیلوس هاست. همین باعث میشه باکتری ها قوی تر بشن و محیط رو اسیدی تر کنن و استارتر ما ارزش پروبیوتیکی خیلی بالاتری پیدا کنه. یه نکته خیلی مهم، وقتی که استارتر رو آماده میکنید بهتره در همون 2-3 ساعت اول محلول رو در یک محیط گرم بذارید. مثلا از کیسه آب گرم و کلمن استفاده کنید یا داخل کمد بذارید با کیسه آب تا میکروارگانیسم ها مخصوصا لاکتوباسیلوس ها سریع فعال بشن و محیط رو اسیدی کنن. این گرما فقط در همون ساعت‌های اولیه باشه، بعد در همون دمای اتاق باشه. دیگه لازم نیست خیلی گرم باشه، چون اگر خیلی گرم باشه ممکنه شرایط برای بعضی از میکروارگانیسم‌های ناخواسته مثل کم یه نوع قارچ
سطحی هستش فراهم بشه. این قارچ خیلی پر روه، معمولا خطری هم نداره، ولی نشونه اینه که شرایط تخمیر به هم خورده و دیگه حتی بی خطر بودنش نمیتونه کمکی به ما بکنه. قارچ کم میتونه طعم و بوی استارتر رو تغییر بده و بعد روی تمام تخمیرهایی که با این استارتر انجام میدیم تأثیر بد میذاره. یادتون باشه که استارتر ما یک مادره، هر تغییری که در این مادر اتفاق بیفته بعداً به بچه هاش منتقل میشه، یعنی به ماست هایی که درست میکنیم، پنیرها، سبزیجات و مواد غذایی که میخواییم با این استارتر درست کنیم. پس حتی یک لایه نازک بی خطر قارچ کم میتونه مسیر تخمیر رو از راه درست منحرف بکنه و طعم و مزه تخمیرها رو نامطلوب کنه. در فیلم دیدید که قبل از تغذیه سوم در روز سوم pH رو اندازه گرفتم. این کاهش pH نشون میده که باکتری های اسید لاکتیک به خوبی فعال شدن و حالا فرمون تخمیر در دست اوناست. وقتی pH به زیر 4 میرسه یعنی محیط دیگه امنه و رشد میکروب های ناخواسته متوقف میشه. روز سوم استارتر تغذیه میشه درست مثل روز اول با نخود، آب و عسل، ولی مقدار عسل کمتره. چون که الان دیگه محیط اسیدی شده، لاکتوباسیلوس ها کاملا فعالن و همون مقدار کم عسل کافیه. بعد از تغذیه روز سوم یعنی آخرین تغذیه استارتر در روز چهارم pH استارتر 3.23 میشه، یعنی به اوج قدرت خودش میرسه و آماده است برای استفاده در خیلی از تخمیرها. اگرچه در روز دوم که pH 3.88 بود عالیه برای یک تخمیر بی‌نظیر، ولی الان نمیخوام صحبتی در موردش بکنم، اینو میذارم زمانی که میخوام آموزش بدم، چون آموزش ما امروز آموزش استارتر نخود هستش. بعد هم استارتر رو در صافی بریزید، نخود از آب جدا بشه، فقط به آب احتیاج دارید. آب این استارتر میتونید استفاده کنید در تخمیرها یا اینکه فریز کنید و برای مدت طولانی ازش نگهداری کنید. در این قسمت از فیلم میخوام بهتون نشون بدم که چطور یک اشتباه کوچیک غیر عمدی میتونه کل مسیر تخمیر رو عوض کنه. من اینجا دوتا شیشه استارتر نخود دارم. عسل این دوتا شیشه با هم متفاوت بوده. هر دو عسل هم خام و با کیفیت بودن. ولی در شیشه سمت چپ کنترل تخمیر به دست مخمرها افتاده. میبینید گاز و الکل زیادی تولید شده و دیگه باکتری ها نتونستن رشد کنن و پی اچ رو پایین بیارن. در شیشه سمت راست همه چی درست پیش رفته، پی اچ هم خیلی خوب پایین اومده. مشکلی که اینجا پیش اومده این بوده که شیشه عسل سمت چپ خودش در شیشه وارد فاز تخمیر شده. این اتفاق میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. مثلا اگر درصد آب عسل بیشتر از حد معمول باشه رطوبت بالا میره و تخمیر اتفاق میفته. حتی اگر نوع گل و نکتار خیلی شیرین باشن، وقتی قند و رطوبت همزمان زیاد بشه عسل میتونه در شیشه تخمیر بشه. بعضی اوقات هم شرایط بد نگهداری، گرمای زیاد، زدن قاشق خیس داخل عسل کردن هم میتونه عسل رو به تخمیر بندازه. متاسفانه شیشه سمت چپ از کنترل خارج شده و در واقع کنترل به دست مخمرها افتاده و اگر ما بیشتر تغذیه کنیم مخمرها رو قوی کردیم، الکل بیشتری تولید میشه. ما از این شیشه دیگه امیدی نیست برای به دست آوردن استارتر اسیدی نخود. میتونیم برای پخت نون ازش استفاده کنیم چون مخمر تولید شده، ولی برای تخمیر سبزیجات، مواد غذایی، تهیه ماست، پنیر دیگه به درد نمیخوره. اگر خوب دقت کنید یه حبابای ریزی در اطراف و سطح عسل میبینید که نشون میده تخمیر از قبل شکل گرفته. خبر خوب اینه که این استارتر نخود که امروز یاد گرفتید استارتر شماره 1 بود. آموزش بعدی استارتر نخود شماره 2 رو نشون میدم بدون عسل. هر دوتای این مخمرها رو میشه در تمام تخمیرها استفاده کرد و در فیلمهای بعدی
یاد میگیرید که چطور با این استارترها مواد غذایی از ماست، ماست شیرین، ماست ترش که خیلی هاتون دوست دارید، پنیر، انواع کلم، غلات، حبوبات رو تخمیر کنید. این استارتر خیلی خیلی جایگاه خاص خودش رو داره. اینو میتونم بارها و بارها بگم. این استارتر جادویی نه تنها غذاهامون رو پر از پروبیوتیک‌های مفید می‌کنه، بلکه باعث میشه لبنیات، حبوبات، سبزیجات هم خیلی راحت‌تر هضم بشن، هم فیتات که همون ترکیب ضد تغذیه‌ایه که جلوی جذب مواد معدنی مثل آهن، کلسیوم رو میگیره، در طول تخمیر شکسته میشه. آنزیم های این استارتر و فعالیت لاکتوباسیلوس ها باعث میشن پروتئین و نشاسته خیلی سبکتر و قابل هضم تر بشه. دیگه با خوردن حبوبات اون نفخ و سنگینی رو حس نمی کنید، یعنی هم سلامت گوارش رو بهتر میکنه، هم ارزش غذایی رو چند برابر میکنه و هم اون طعم پیچیده امامی فوق‌العاده رو به غذاهامون میده. خب این بود از آموزش امروز من تا بعد دوستان.